دلیل اصلی ناکامی ها با وجود فداکاری های بعضی به نظر من عادلانه نیست که بگوییم لاابالیگری بی قیدی بود. به نظر من باز تکرار می کنم، بدون اینکه منکر خودخواهی یا عدم حسن شهرت و دلایل دیگری را به میدان بیاورم، مبارزه بعضی از آنها نمی شود از روی نهایت اخلاص بود. ناتوانی ها را به علت پشتیبانی بعضی از دولت های صنعتی جهان که برای استفاده های فوری از بی سر و سامانی کشور و هجوم آنها به منابع ثروت ایران باید جست. برای مثال در دو هفته قبل رئیس جمهور سابق امریکا آقای ریگان در پاریس در پاسخ روزنامه‌نگاری که راجع به ایران گیت از او سوال می‌کرد گفت: ما نمی‌خواستیم با ملاها وارد مذاکره شویم، آنها به وسیله اسرائیلی‌ها اقدام کردند و خلاصه دلال اسلحه شدند. و مسلماً این بیان دور از حقیقت نیست. اندکی صحنه را در مقابل چشم خود مجسم کنید. شیخ شیادی به نام رفسنجانی متقاضی است. دلال او کشوری است که از پرتو شاه ایران از زمان کوروش تا کنون هیچ ضرری از ایران ندید. طرف معامله کشوری که با تمام طول و عرض و نیرو و ثروت مورد اهانت‌های مستمر خمینی و اطرافیان خط امام بوده، در این صورت تصور بکنید چنین دولتی که اینقدر ذلیل خودش را نشون داده، وای به حال امیر عمان که با وجود خواهش‌های مکرر مرحوم سادات، با وجود 150 میلیون کمک دلار، کمک نظامی و اعزام نیروها و حمایت بیدریغ ایران در مقابل دشمن‌هایش، روزی که ما احتیاج پیدا کردیم، همونطوری که مرحوم فرخی یزدی گفته، به روز سختی ما دمز بیوفایی زد. پس اپوزیسیون چه میتوانست بکنه؟ تمام ممالک صنعتی برای فروش فراورده‌های جنگی خود به نحوی ایران گیت دائر کردند. در مقابل کمترین مساعدت اخلاقی، سیاسی و دیپلماتیک که ما میخواستیم با شرایطی عرضه می کردن که هیچ مرد شرافتمند حاضر به قبول آنها نیست. خواهید گفت این مخالفت ها ما را نباید از مبارزه دور نگاه دارد و یا ما را دلسرد کند. ما دلسرد نشدیم و با وجود این همه کار شکنی، وقتی که همه روزه رادیوهای و روزنامه ها از کشتار و شکنجه و عدم رعایت حقوق بشر صحبت می کنند، باز این کشورها بدون توجه به آنچه گفته می شود با تمام قوا به فکر معامله مراوده با یک رژیمی هستند که خود آن را به حق تروریست پرور می دانند. این آگاهی برای تمام هممیهنان ما در داخل و خارج کشور لازم است، ولی کافی نیست. این موضوع یکی از اشکالات ماست، ولی بیگانگان با وجود این که ظاهراً اظهار هم دردی می کنند که چرا ایرانیان جبهه واحدی تشکیل نمی دهند و خودشون در صورتی که خودشون با تمام قوا اختلافات تضادهای
گروه‌های مختلف را دامن می‌زنند. برای اینکه تمام حقیقت گفته شود، باید گفت خود بزرگ بینی و آلودگی‌های ناشی از همکاری با خمینی در آغاز کار برای بعضی‌ها یک عقده حقارت شده. و کوشش ما در سال گذشته آن بود که دور دو سه اصل کلی عناصر ملی‌گرا را به هم نزدیک کنیم. اصل حاکمیت ملت ما، ما را از ورود در قوغای عبث مشروطه و جمهوری معاف می‌دارد و موضوع را موکول به نظر و رأی ملت ایران خواهد کرد. از اصل دموکراسی، یعنی حقوق مستمر افراد کشور و آزادی‌های شناخته شده از قبیل آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی کار و آنچرا که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده دفاع خواهیم کرد. ما سیاست آزادی فلسطین بر طبق حقوق شناخته شده از طرف سازمان ملل متحد و از طرف سازمان آزادی بخش فلسطین را تأیید می کنیم. ما خروج کلیه قوای خارجی و حزب اللهی های طرفدار خمینی که دشمن وحدت لبنان و آرامش این کشور هستند، تنها راه حل آزادی بخش این مملکت و آرامش آن منطقه می دانیم. می دانم که همه ماجرای قطعنامه سازمان ملل را راجع به جنگ ایران و عراق ازش اطلاع پیدا کردید. صلح پایدار و همجواری با تمام مردم منطقه من جمله عراق کلید صلح خاورمیانه است. ما با تمام ملل همسایه به چشم برابری، برادری و احترام نگاه می کنیم. ولی اگر رژیم آخوندها در شناسایی مسئله این قطعنامه یک سال تعلل کرد تا وضعیت ما از نظر نظامی متزلزل بشود، این تقصیر ما نیست، تقصیر همون اشخاصی هستند که متاسفانه یک سال دیر اون جام زهر را سر کشیدند. بنده قبل از اینکه قسمت آخر بیاناتم را حضورتون عرض کنم، یک دفترچه کوچکی هست به نام مبانی اندیشه سیاسی و برنامه‌های اجرایی. این را همون طوری که درش مستطره در 8 سال پیش من نوشتم. بنده تقاضا میکنم هر قدر طولانی شده این سئانسی که دوستان دیگه هم دخالت داشتن، بنده خواهش میکنم درست گوش بدید 8 سال قبل کیا بودند، چه گفتند و چه امروز ما میبینیم.